رئیس اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی مجاهدین امارت اسلامی بدخشان هنگام فراغت سربازان آموزش دیده لوای دوم قول اردوی 217 عمری خطاب به آنان تاکید کرد که از گذشته عبرت بگیرند و مرتکب خطایی نشوند که یک بار دیگر اشتباهات تاریخی تکرار شود. ملت ما شما 40 سال است که درگیر جنگ و درگیر ویرانی و نابودی رسیده است. با ملتتان با مردمتان بسیار کوشش بکنین که رویه درست بکنین. ملت سالها از خاطر دینشان از خاطر اسلامشان اینها خلاصه از ضربه دیدگیستن، اینها اقتصادشان تباه شدگیست، اینها آبادیشان همگی از بین رفتگیست، اینها اولاداشان که شما بودید خلاصه برادران شما بودن تکه و پرچه شدگیستن. این ملت وقتش فرا رسیدگیست که آرام بخوابن و شما محافظی اینا بوده باشین. قماندان لوای دوم قول اردوی عمری بدخشان گفت این سربازان که از گذشته در صف مجاهدین فعالیت داشتند داوطلبانه وارد توله اول کندک اول لوای دوم شدند تا آموزش ها را فرا بگیرند. اینا مجاهدینی هستند که تقریبا دمی هر کدام از 10 سال 8 سال 3 سال 4 سال اینا دمی کوه جهاد کردند برابر اشغال. اینا به خیر از کاران خودشان به لوا جذب شده گیستن. در مجموع کل از اینا بسیار تجارب زیاد خوب دارن. تعداد از این مثلا تجارب 10 ساله 5 ساله 4 حداقل 10 ساله تجارب جنگی اینا دارن. سربازان داوطلب که در مرکز تعلیمی لوای دوم آموزش دیدند از همه اقوام ساکن بدخشان هستند و هدفشان را دفاع از تمامیت ارضی کشور و مبارزه با دشمنان اسلام میگویند. ما اومدیم در این میدان تعلیم شبانه روزی زحمات و تلاش های خود را به خرج می رسانیم تا یک اردوی منظم و منسجم بسازیم و از خاک و ناموس خود دفاع بکنیم. بز اسلام بر یکی گم از به خاطر رضای الله، به خاطر که بر اردوی معذب بر اردوی خوب قویه بلگه بسترنی قلی تو زده تعلیم آلیک. یکی از آموزگاران سربازان تازه فارغ شده اظهار کرد که این آموزش ها ویژه جنگ های چریکی می باشد. شیوه های اکثرا اینا جدید هستند به خاطر حالت های اضطرار و پیکار های چریکی. ما مجاهدین آماده کردیم که شما خودتان مشاهده کردید.